امیر، آقا چرا شما به، یعنی دولت اسرائیل چرا به گروه های تجزیه طلب کمک میکنه؟ کمک بله. مالی میکنه، کمک تبلیغاتی میکنه و حمایت میکنه. بفهم. بله، من برای بزرگداشت از رادیو اسرائیل به لس آنجلس دعوت شدم و در اون شب سخنرانی که من کردم موضوعش یهود ستیزی در پوشش اسرائیلی ستیزی بود و این پرسشی که الان شما مطرح کردید یک نمونه از یهود ستیزی در پوشش اسرائیلی ستیزی است. به این معنی که میآیند و پلیدترین کارها و خصوصیات و رفتارها رو به ملت یهود نسبت میدن، چون بد گفتن از ملت یهود امروز امری ناهنجار هست، میآیند و این بدگویی ها و افتراها رو در پوشش اسرائیل بیان میکنند. لاجوردی، یک دقیقه پوزش میخوام ازتون، ما فرصت داریم که من در این یک دقیقه در مورد کنفرانس قومیت ها اگه محبت بکنی صحبت بفرمایید. من ازتون پوزش میخوام که شایسته بود که بیشتر در این مورد صحبت میکردیم. هرچند من فقط تو همین یک دقیقه بگم کنفرانسی که ما در کل انجام دادیم دو روز بود، در تمام این در از طریق اینترنت و تصویری در برای شبکه جهانی پخش شد و همه مردم شاهدش بودن. مهمترین مسئله به نظر من در این کنفرانس و دستاورد این کنفرانس انجام خود این کنفرانس بود که 15 شاخه احزاب و اقوام مختلف دور تا دور ایران در اونجا حضور پیدا کردند و تاکید مؤکدی همه داشتن بر این که در چارچوب ایران باقی میمونن، حفظ یک پارچگی ایران، ولیکن مهمترین خواستشون این بود که حقوق از دست رفتشون که از سالها پیش ادامه داشته تا به الان باید به دست بیاد و این بزرگترین خواست این کنفرانس بود و من تصور میکنم که خواستیست که ما به هر حال باید در آینده ایران به طرف یک حکومت غیر متمرکز و برای خواست اقوام احترام فوق‌العاده قائل باشیم و بتونیم آینده مملکت رو حفظ بکنیم و یک پارچگیمون رو نگه داریم. مطالب راست رو مطرح بکنید، انتقادهای راست خودتون رو نسبت به دولت اسرائیل یا دولت‌های اسرائیل بیان بکنید، من دست شما رو میبوسم. ولی وقتی که گفته میشود که اسرائیل کمک میکنه به گروه‌های تجزیه طلب که ایران رو تجزیه بکنه، حسین لاجوردی پولش را کجا آورده؟ به تو چه کرد کجا آورده؟ اون به اداره مالیات مربوطه، اون به پلیس و به ضبط کشور اون کشور مربوطه. اینا اصلا یعنی چی؟ اینی که حسین لاجوردی نمیدونم، آقای فرزنده شما که در جریانی، دوستان من هم هستن، اسمی از انجمن پژوهشگران ایران توی این آینده ایران نیست، برای اینکه اصلا اون جداست این جداست. حالا بیاین بگیم که آقا 24 سال این انجمن، این همه کتاب، این همه فیلم، این همه سخنرانی، میگن آقا اصلا وجود خارجی نداره، اینا مجازیه. آخه جواب داره اینها؟ اصلا جواب نداره. من جواب بدم اونها رو خوشحال میکنم، اونها یک پنی ارزش ندارن که پاسخی کسی بهشون بده. به موازات اون، بیشترین تلاش اسرائیل در حفظ تمامیت ارضی و سیادت ملی ایران هست. امریکه برای اسرائیل و برای امنیت اسرائیل خیلی مهمه. سرتی که اندکی قبل از درگذشتش در اسرائیل همراه با همسرش آقای ناصر رزازی برگزار کرد. خانم مرزی، شما به مدت چند سال توی کوههای کردستان ایران و عراق در کنار کردهای مبارز ایرانی بودید؟ بله، ما پیشمرگ بودیم به خاطر آزاد کردن کردستان و امیدوارم که همینجور باقی بمونن و منم آرزو میکنم روزی کردستان ما هم همینجوری مثل اسرائیل یک کردستان مستقل و آزاد باشه که ما هم بتونیم برگردیم بریم. اسرائیل رو برای مبارزه کردها به عنوان یک سمبل تلقی میکنید؟ بله، بدون شک. منافع مشترکی هم میبینید؟ بله، منافع مشترکی داریم. اونم اینه که ما کردستان رو بین چهار کشور چیز که تقسیم کردن و متاسفانه این کشورها همه دشمن کردستان هستن. از این لحاظ میبینم که اسرائیل هم دشمن خیلی زیادی داره. از این لحاظ منافعی داریم ما با هم دیگه. کردها اصولا خیلی انسانهای آزاده‌ای هستن، این که در کوهستانها پرورش یافتن خیلی روح آزاده‌ای دارن. شما فرمودید که همراه با پیشمرگه های کرد مبارزه کردید.
بحث مهاباد میکنه. مهاباد یه شهری تو کردستان عراق، کردستان ایران، اون دوره قاضی محمد که اونجا بود، خیلی به اصطلاح از لحاظ مبارزه کردی خیلی مشهور شده بود. این و تو کو من یه بار دیگه به شیوه رسمی کار هنری خودمو اونجا شروع کنم و کار هنری من اونجا کار هنری به اصطلاح سیاسی هم بود. سرودهای سیاسی میخوندم برای کردستان، برای پیشمرگه. خانم عرضی سپاسگزارم از شما، در زندگیتون آرزوی موفقیت براتون دارم. زور سپاس دکم. خیلی شیرین بود. منم خیلی از شما ممنونم، متشکرم که این وقت رو به من دادید. شویستی خوم خوشویستی زیاده لحدو برادم عرسته ایوه عزیزان کردی نو اسرائیل کم به هیوای اوه که کرد کردستان تن لبیر نچه و روژگ لکردستانی ازد. رهبر حزب دموکرات کردستان عراق که ریاست جمهوری سرزمین های کرد نشین را بر عهده دارد گفتگو کرد. آقای بارزانی به زبان کردی انجام شد. رئیس جمهور مناطق خودگردان کرد از اینکه این قانون به کردها در شمال و شیعیان در جنوب خودمختاری می دهد اظهار خرسندی عمیق کرد. دیدار دبیرکل اتحادیه عرب از اربیل پایتخت مناطق کردنشین شمال عراق یک رویداد بسیار مهم است. آقای بارزانی اربیل را به زبان کردی هولر نامید. مطالب راست رو مطرح بکنید، انتقادهای راست خودتون رو نسبت به دولت اسرائیل یا دولتهای اسرائیل بیان بکنید، من دست شما رو میپوسم. ولی وقتی که گفته میشود که اسرائیل کمک میکنه به گروه های تجزیه طلب که ایران رو تجزیه بکنه. از امروز برنامه جدیدی رو از رادیو اسرائیل به شما تقدیم میکنیم. سرکار خانم گیسو شاکری، خواننده موسیقی اصیل و موسیقی اعتراضی ایرانی که کارشناس تاریخ موسیقی ایرانی هستند، از امروز سلسله بحث هایی را در مورد موسیقی ایران در طول تاریخ آغاز میکنند. سلسله گفتگوها، شما نه فقط یک خواننده بسیار خوب هستید و صدای بسیار دلنشین دارید، بلکه در امور موسیقی ایران، در تاریخ ایران، در تلاشگری برای نجات ایران، در دفاع از حقوق زنان ایران بسیار فعال و صاحب نظر هستید. ولی در این رشته گفتگوها ما میخواهیم که با شما درباره نقش موسیقی در انجام مبارزه های سیاسی و به هدف رهایی ایران از وضعی که به اون دچار شده گفتگو بکنیم. این دوران مشروطه برم برمیگردم باز در مورد ایران صحبت کردیم، اما چون ایران ملیت‌های مختلفی توش زندگی میکنن، مثلا میبینیم که ملت کرد موسیقی که در هدایت مردمش، یعنی موسیقی مبارزاتیشون، برمیگرده به صدها سال قبل. اسرائیل تنها کشور دنیاست که قاطعانه و به صورت علنی از رژیم ایران انتقاد میکنه، با رژیم ایران مبارزه میکنه و خواهان برانداختن حکومت کنونی در ایران. هیچ دولت و هیچ ملت دیگری رو در دنیا پیدا نمیکنید که بیایند و به این چنین علنی علیه حکومت ایران تلاش بکنند. شیمون پرس در سالهای دور در اواسط دهه 80 میلادی با تیم مرتبط با حسن روحانی در ماجرای ایران گیت دیدار و گفتگو کرده بود. امری که خود آقای پرس آن را تایید کرده است.
شیمون پرس در سالهای دور در اواسط دهه 80 میلادی با تیم مرتبط با حسن روحانی در ماجرای ایران گیت دیدار و گفتگو کرده بود، امری که خود آقای پرس آن را تایید کرده است. اسرائیل تنها کشور دنیاست که قاطعانه و به صورت علنی از رژیم ایران انتقاد میکنه، با رژیم ایران مبارزه میکنه و خواهان برانداختن حکومت کنونی در ایران. هیچ دولت و هیچ ملت دیگری رو در دنیا پیدا نمیکنید که بیایند و این چنین علنی علیه حکومت ایران تلاش بکنند. روز قدس که از یادگاران حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست، روزی است که مردم وحدت جهان اسلام رو به نمایش میگذارن در برابر هر گونه ظلم و تجاوز، و به هر حال در منطقه ما زخمی سالهاست بر بدن دنیای اسلام نشسته در سایه اشغال سرزمین مقدس فلسطین و قدس عزیز، و این روز در واقع یادآور آن است که مردم مسلمان این حق تاریخی خود را فراموش نخواهند کرد و همواره در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی خواهند. ای آغازگر هستی ها و ای جبرانگر کاستی ها، یاریم کن، یاریم کن در فرو ریختن دیوار دروغ و حسد، توانا در کنار زدن پرده ریا و تزویر، توانمند. ما در یک مسیری بودیم که هر آن احتمال یک برخورد نظامی وجود داشت. شما ببینید وقتی کشوری رو به شورای امنیت میبرند و بعد کم کم میبرند در داخل فصل 7، بعد میبرند تو مواد 40 و 41، و بعد میبرند تو مرز ماده 42، این معناش اینه که هر زمانی کشور دچار یک برخورد نظامی بشه مفهوم و معناش هم روشن است. خب پس یه راه این بود، راه را ادامه میدیدیم، مشکلات روز به روز بیشتر میشد، احتمال جنگ هم وجود داشت. حالا اینکه مردم ما نظرشون چی بود، حالا فرض میگیریم که مردم موافق بودن، من وارد این بحث الان نمیشم. خدایا این ملت که بهترین های خود را در راه تو هدیه کرده و آماده هدیه کردن است، در فرو ریختن دیوار دروغ و حسد، توانا در کنار زدن پرده ریا و تزویر، توانمند. وقتی که ادعا می شود که دولت اسرائیل پشت پرده با رژیم ایران همکاری داره که ملت ایران رو سرکوب بکنه، این دروغ، این افتراس، این یهود ستیزیه. و درست مثل این است که ادعا میشد که حضرت عیسی مسیح رو یهودی ها مصلوب کردن. وقتی یهودی میگوید که ما قوم برگزیده هستیم، نمیخواهد بگوید که ما نژاد برتر هستیم، نمیخواهد بگوید که ما عقلمون بیشتر از دیگرانه، نمیخواهد بگوید که ما بهتر از دیگران هستیم، بلکه قوم برگزیده به این مفهوم هست که چون یهودیان نخستین ملت دنیا بودند که به خداوند یکتا ایمان آوردن و یکتا پرستی رو در دنیا ترویج دادن،
بنابراین بر این باورند یهودیان که خداوند اونها رو برگزید، یعنی انتخاب کرد، بهشون مأموریت داد، برگزید که بیایند و پیام یکتاپرستی رو در سراسر دنیا رواج بدن. و به دنبال یهودیت بود که مسیحیت به وجود اومد که اون هم یکتاپرسته، و به دنبال اون اسلام به وجود اومد که اون هم یکتاپرسته، و هم قرآن مجید و هم کتاب عهد جدید، اینها همه بر پایه تورات مقدس یهودیان نوشته شده. ما قوم برگزیده هستیم به این مفهوم که خداوند یهودیان رو برگزید، انتخابشون کرد، بهشون مأموریت داد، بهشون رسالت داد که پیام انسان دوستی و یکتاپرستی رو در سراسر دنیا ترویج بکنه. من چندین پاسپورت داشتم. اون پاسپورتی که بیشتر دستم بود به نام پاکو تنوا بودم، عبدالله گلشنی، شغل فرش فروش، کارپت من فرش فروش، حتی من رفتم اون پاسپورت ایرانی بود؟ بله. پاسپورت غیر ایرانی هم داشتیم؟ بله داشتم، عربی بود، افغانی بود، ترکی بود. اینا رو کی براتون درست میکرد؟ من که بچه های اینو این کار داشتیم. از بیشترین جهل رو محمد منتظر شدم، خدای جهل بود. سخت امضاها رو که افراد نمیتونن جهل بکنن، ایشون به راحتی جهل میکرد، مهر درست کرده بودن که گونی مهر کشورهای مختلف. خیلی ما حتی یک کاری که کردیم برای یه مبارزه طولانی مدت، یه ماشین رو خریدیم در سوریه، شبلت بزرگ از آمریکایی ها، که یک هفته تمام داریم تمام لایه بیرون رو کندن، سقفش رو بیرش همه پر کردیم، اصله پر کردیم، اصله و جوش داریم، به اندازه یک صندوق عقب لایه پایین داریم بین سپاس و اونجا، اونجوری پر کردیم فشنگ، بیش از چند هزار فشنگ، هم فشنگ کلاشینکوف بود، هم فشنگ یوزی بود که بیشتر توی امده ها استفاده میشه، و کنجوشکاری کامل شده بود. حالا به کی بدیم بیار ایران؟ اومدیم منم از زینب سامالی ها دیدیم که چند تا بچه های نهامند اونجا استادن، دو نفرشون که اظهار کرد که من رو نمیشناخت به عنوان شخص، دید که من مثلا راهیم و گفت آنجا کسی هست ما رو کمک کنه و موندیم بی پولیم چیا کنیم، اصلا مسئله نداریم، پول نداریم، بخواهم برگردیم ایران، دلیم خواهد به قیام بریم، و گفتم که من تأمین کنم. شما تا که آذرشهر تشریف داشتین؟ من تا 6 سالگیم آذرشهر بودم، بعد آمدم قم. آمدید قم؟ بله. و از همون ابتدا تحصیلات حوزوی رو شروع کردید یا تحصیلات رسمی؟ من چون در خانه واده روحانی بزرگ شدم، پدر مادرم از مراجع بودن، مجتهد مسلم مرجع اداره فتوا بودن، مادرم باسواد بودن، و پدرم هم که ملای مجتهد خوب درس خونده، خیلی ها معمم هستن ولی خوب درس نخوندن، ملا بودن شون؟ شون ملا بودن، اصول فقهشون و مبانی فقهشون در دستشون بود، و در محضر اساتید بزرگی از نجف و از قوم درس خوندن، سخون خود کردن، و یه ویژگی عمده بود که چون با فقر مطلق زندگی کردن، وقتشون رو بیشتر سر کار و درس گذاشتن. خیلی خوشبخت کنم پولم بد میدم، هم دید سوریه بد میدم، هم دلار بد میدم، هم پول اینا بد میدم، و میدم ماشین بد میدم ببر اینا. خیلی خوشحال، خیلی خوشحال، دست ماشینش آماده تاویز گفت دست ما میبریم توی شهر نهاوند، توی شهر نهاوند تلفنان ساعتی که بعد با تلفن یه جای ما باید بپرسید بگیم کجا برو، اون آقا که میاد بهش میگی، بهش میگی، بهش میگی ماشین مال اونه، ماشین بشه. همه کار کردن تباه شده، از مردم گشتم باشه میگه همه جا رو هیچ نهیم. بعد انقلاب که من این رو دیدم، رفتم نها بدیدم، گفت من تا این ماشین پر اصله بود، اگه منی که میگیرسن دیگه بزرگم که گوشم بود، گفتم خود تو که من نمیشناختی یادی آخوند سوریه هست. اگه اعدامش میکردن شما مسئولت شهیده نداشتیم؟ مجاز نه، با اجازه این کاری کرده بود، با اجازه بکنون شهره گرفته بود. هم
همه کسان که اعدام شدن با اسلحه دستگیر شده بودن؟ یعنی شورش مسلحانه کرده بودن؟ همشون شورش مسلحانه کرده بودن، ولی افرادی که دستگیر شدن خیلی هاشون خونه تیمی بود. ما میرفتیم اونجا مثلا یکی دو تا اسلحه بیشتر نبود، یا تو خیابون مثلا میگرفتیمشون اسلحه نداشتن خیلی. خب این چطوری میشد مستاق شورش مسلحانه؟ اینا جزء اون سازمان بودن. آمادگی برای عملیات شخص شخصاً کار بکنه؟ نه، وقتی که کسی عضو یک جریان به اصطلاح یه لشکری است، اون لشکر که مثلا مسلحانه داره میجنگه، حالا چه مسلح باشه اون فرد چه نباشه، برای اینکه با یه روزنامه گرفته باشه. بله. سازمان بودن دیگه، این آمادگی عملیات داشتن. حالا یه کسی ممکنه بره امروز برای این خونه تیمی نون بخره، یکی بره مثلا فرض کن امکانات دیگه تهیه بکنه، یا اصلا نیروی عملیاتی نباشه، نیروی تبلیغاتی باشه، ولی بالاخره جزء ایناست. برای یه یگانی که میجنگه همه چی داره دیگه، همه که فهم اسلحه ندارن، درسته؟ واحد تدارکات هم دارن دیگه، اینا اسیر محسوب نمیشن. نه درست. بعد شما که نمیخواستیم مبارزه مسلحانه بکنید، برای چی اون اسلحه میفرستادید؟ نه اصلا ما بخونید، ما بالاخره به این کارون به دفاع خواهد گیرید، کارون به دفاع خواهد گیرید. اینا برانداز بودند، ولی اول به مبارزه مسلحانه معتقد نبودند. بالاخره مسلح شدن، اسلحه داشتن، با اسلحه گرفتنشون. باشه، ولیکن نرفتن کسی رو بکشن. خب اسلحه آدم میگیره چی کاره؟ نه، من دارم میگم دیگه، نوع سوم دفاع نهد. من مسلح بودم قبل اینها. من قبل این را مسلح بودم، من را مسلحانه رژیم شاهده. شما یک جمع تعریف کردید که با یک افسر اسرائیلی درگیر میشید، سرهنگ بوده؟ بله، سرهنگ. تعریف میکنید خاطرش رو؟ بله، تو مرز اردن و اسرائیل، بعد کلان باختری. بله، کلان مرز جا، بعد داشتم قدم میرد میشنم و یه خود کنشهای من یه خود بعد هم اینه پادگان اسرائیلی، پادگان اسرائیل هستم. یعنی متوجه نشده بودیم وارد پادگان شدیم؟ نه، وارد نشدم، بیرون بودم. بعد سرهنگ یه دمه در خیلی مثلا مال اردن بود، گفتم که کیف حال کنم، اشلان کیف ها گفت که به فعل انتا مسلم انتا شیعی؟ تا گفت شیعی من شکم برداشت. گفتم که لباس غیر نظامی نداشته بود؟ بله، لباس نظامی نداشت. لباس نظامی چرا؟ شما لباس نظامی داشت، شما چطور تشخیص ندادیم که؟ نه، از هیچ آر میخواست نه، هیچ لباس نظامی معمولی بود. بعد گفتم که لباس نظامی معمولی چجوری بود؟ لباس نظامی یه لباس سرموزی معمولی بدون درجه، ولی درجه تهنگی داشت، قپ بدر این مال ما، این مال شد قپ بدر، یعنی قپی البته مال ما این کم 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 اینجوریه، نه مال یه دایره. شما فکر مثلا مال ارتشه؟ آره، چون ما اینقدر اصلا فرصت این کارا رو نداشتیم. بعد اون میبر یه گفت او گفت در این محلی یعنی وایسو، او گفت بعد رو تا من پشکوارو بردم، پشکوارو محکم زدم ریدش، اصله افتاد، اصله افتاد. و خب قبلا هم باش کار کردم، امده از یوزی کاراتره، ساخت خود اسرائیل، بسیار اصله قویه. هم یوزی هم اسرائیلیه؟ بله، ولی این اصلا یه ربطه به یوزی نداره، این کوچیکه، این زیر بغل جا میشه، ولی مسلسله. با پشتک بارو زدم، افتاد و برداشتم. اون ورزیده نبود؟ بله، اون ورزیده نبود، اصلا حدس نمیزد، این کار ثانیهیه، اصلا به ورزیدگی مربوط نیست. حالا میگم خیلی جاها این اتفاقات فراوان برداشت، وقتی افتاد، اصلاح افتاد در دستش، من برداشتم شلیک کردم به پاس. اصلاح رو که افتاد شما گرفتین شلیک کردم به پاس؟ گرنگنگ شده بود، گرنگنگ که یه موری گردی این بغله، این بغلش، ماری یوزی این بره، ماری این بغل کشیدم و خورد و دیگه من با فراغ شدم، اصلا هم برشن در رفت. کسی اون اطراف تو پادگان نبود؟ بعد که من در رفتم به دور دورا دیدم که جمعیت زیاد آمده، من یه رفته بودم. کشتم شد؟ نه خیر، نمارد، چون به پاس خورده بود،
چون اگه کشته بود میفهمیدم که مرکه میگرفتم دیگه. اومد این برو بعد همون آوردم ایران دیگه. من همون آوردم ایران که دورانی بود که ارتش ایران ضعیف شده بود، صدام حسین در داخل خاک ایران بود و اسرائیل یک نوع تسلیحاتی رو در اختیار ارتش ایران قرار داد که بتونه دشمن رو عقب برونه و این کار شد. بله. ارتش صدام حسین عقب نشست، از داخل ایران تمامی خاک ایران رو خالی کرد. ولی شوربختانه برخی از ایران ستیزان زیر پوشش ایران پرستی آمدن و گفتن که دولت اسرائیل اسلحه در اختیار حکومت ایران قرار داده که خیزش مردم ایران رو سرکوب بکنه. چگونه ممکنه؟ اگر قرار باشه تفنگ باشه که خب حکومت ایران به اندازه کافی تفنگ داشت، به سرکوب مردم ایران که با تجهیزات سنگین نظامی نمیرن. این است که آمدن و سوء تعبیر کردن که این کمکی رو که وظیفه اسرائیل هست که به ملت ایران بکنه، این رو ناچیز جلوه بدن و کاملا معکوسش بکنن. وقتی این شوری که نگاه میکنه فکر میکنه که حضرت امام حسین با حضرت علی اکبر شد، با حضرت حسین. گرد و غبار از چهرهش پاک میکنه، مثل اون روزایی که میامد مرخصی. اینجا حرمه، این پرده برای حفظ حریف. این حرم هر دوشون بالا به تشنه به شهادت رسیدن، مثل شهدای کربلا. با این شهید زندگی کردم، با هم همجبهه بودیم. ایشون وصیت کرده بود بعد از مرگ من روی مزار من بنویسید پرکاهی تقدیم به آستان الهی. وصیتی که کرده بود ایشون گفته بود که مبادا حرف رهبر رو گفته شما نادیده بگیرید، دنبال روی رهبر باشید. حالا حس میکنم که بچم زنده است، با عکسش رو قدرش درد و دل میکنم. این مور جانماز و مور تو جیبش بود موقعی شهید شد، بعد این قرآن اینا هم تو جیبش بود موقعی شهید شده. نوشته بود اونهایی که به ولایت امام اعتقاد ندارند و سر جنازه من حاضر نشدند. ما را موفق کند به اینکه یک روزی بریم و در قدس نماز بخوانیم. راهی قدس خواهیم شد و صهیونیسم بین المللی و آمریکا را نابود خواهیم کرد و بیت المقدس آزاد خواهد شد. آرزوش بود جزو شهدای مدافع حرم بشه. نوشته بود تو نجف دفنش کنید و روی سنگ قبرش اسمش رو ننویسید. گفته بنویسید العبد. اینجا یادمانش رو درست کردیم براش. رجزخانی خیلی کردن. طرف مقابل با وقاحت تمام ما رو تهدید نظامی میکنه. با وقاحت تهدید نظامی میکنه. مرتب چند وقتی بود ساکت بودن، باز چند روز قبل از این یکیشون دهن باز کرد. راجع به گزینه های روی میز و گزینه نظامی برکت حرف زدن. خب این لاف رو میزنن، این غلط زیادی رو میکنن. جمعان هم مطمئن باشن که امریکا هیچ غلطی میکنه بکنه. هجره ها رو مادرهای شهدا با دلشون ساخته بودن، چرا خرابشون کرد؟ جای سنگ ها و دلنوشته ها رو با چی میخواید پر کنید؟ این چیز تکراریه، اینجا دیگه صفا نداره. برخوت سنگه، سنگ های سیاه، زمخت. مادرهای شهدا هم اینجا معذبن. پدر از چیز رو پدر انجا جمعه
او من اولیم ساکت الردی اصلا من رازه دهرم من بالامو نشانلسن قویمه من سابتم یکتی گیدم من بالامو قبرم تبام گیدم ارده بالامو نانتانشم صحبتیم من بالام نشانلسن مامزه نشانلسن در بالام در نشانلسن دوره الیسکر الیسکر نشانلسن در من بالام نشانلسن دوره او را دهیم یزخلار او را منم روحیمدی منم بالامو بلکه من بیدن بالامو بایرامده کاتا پادم قویم بیره Ya gələn uşaq gedər, uşaq ayaqlasın qəbri. Məmulu ölülən, ölülədən dək və kafi çöldə qalıblar, üstüdə qalıblar. Bələ indi yoxdur, indi də eləyəməyək ki, ağacın götürələr, ondan tablısını götürələr. Tablı mənim balamın otağıdır. Mən gedərim, hər mövqeyi balamın otağı zəyilətdir. میان شیراز امروز پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کردن تا یک بار دیگه حماسه بیافرینن و آگاهانه و عاقلانه اسلحه رو انتخاب بکنن. ما مثل همیشه پای صندوق‌ها حضور پیدا کردیم تا افتخار و سربلندی کشورمون رو رقم بزنیم. به نظر شما برنده اصلی انتخابات؟ به نظرم برنده اصلی انتخابات مردم هستن، چرا که احساس آزادی میکنیم وقتی که من میام پای صندوق، میدونم که یک آزادی و امنیتی داره که من الان به این راحتی اومدم برای رأی دادن. آزادی رو احساس میکنیم وقتی آدم میاد پای صندوق، به این آزادی میتونه انتخابش رو انجام بده، چه کسی برای چه کسی رئیس جمهور، چه شورای شهر. یه احساس غروری داره. شما شاید در کشورهای خارج اونایی که دم از آزادی میزنن میبینید که با چه مسائلی روبرو هستن، ولی خوشبختانه ما با اینجا در راحتی خیال، اگرچه شاید دنیا فکر بکنه که اقلیت‌های ایرانی کلیمی مشکلاتی دارن، ولی نه، ما به راحتی با اون شکل شمال یهودیت اومدیم و پای صندوق رأیمونم دادیم. برای کشورمونم افتخار میکنیم، براش آرزوی موفقیت و سلامتی و تندرستی و صلح و صفا برای دنیا علی خصوص ایران رو خواهان هستیم. ما جزء اقلیت‌های کلیمی شیراز هستیم، ایرانی هستیم، اقلیتیم، کلیمی هستیم. اومدیم پای صندوق رأی بدیم که ما با برادران مسلمان هیچ فرقی نداریم برای تعیین سرنوشت مملکتمون، و مسلماً اینه که هرچی بیشتر یک رئیس جمهور رأی بیشتری پشتوانه داشته باشه، در دنیا حرف بهتری بتونه بزنه. من از اون اول که شروع شد جمهوری اسلامی تو تمام انتخابات شرکت کردم. آریانه اولین انتخابات اکثران هم اقلیت ها که بودن صندوق داشتیم، خودم جز یکی از کسی بودن که پای صندوق های رأی بودن. و افتخار میکنم که بتونم یه فعالیتی در راه انتخابات انجام بدم، و الان هم که اومدم یه قدم خیلی کوچیکی برداشتم برای ملتمون، برای ایران عزیز. خیلی خوشحالم که موفق شدیم ما این وظیفه ملی مذهبیمون رو انجام بدیم و بتونیم توی این رأی‌گیری شرکت کنیم. برنده اصلی انتخابات خیلی واضحه، مردم قهرمان و شریف ملت ایران هستن. پیام بین المللی که این نحوه رأی‌گیری امروز در کشور عزیزمون داره به همه جهانیان صادر میکنه اینه که همه میدونن که مردم ایران به سرنوشتشون و همچنین به حکومتشون وفادار و علاقمند هستن. همه با هم برای ایران عزیز. در منطقه ما زخمی سالهاست بر بدن دنیای اسلام نشسته، در سایه اشغال سرزمین مقدس فلسطین و قدس عزیز. بعد از فتح خرمشهر به فاصله تقریبا 10-12 روز بعد، سفیر اسرائیل در لندن ترور میشه توسط نیروهای فتح که همپیمان صدام بودن. علی‌رغم اینکه حالا ما آقای عرفات رو اول انقلاب تحویل گرفته بودیم، اومده بودن با اعضای نهضت آزادی، خود حضرت امام حاج احمد آقا، اینها به گرمی ازشون پذیرایی شده بود مثل یک قهرمان،
در حالی نقش هم نداشتن در انقلاب ایران، اما به فاصله کوتاهی میشن متحد صدام و در واقع سفیر اسرائیل وقتی که در لندن ترور میشه بهانه میشه برای حمله اسرائیل به جنوب لبنان و به یک باره این حواس ما گویا از جبهه ها پرت میشه و نیرو اعزام میکنیم به لبنان. اعزام نیرو کار درستی بود در اون مقطع لبنان؟ بجمان هم مطمئن باشن که امریکا هیچ غلطی میتونه بکنه. امام بعدن مخالفت کردن، ظاهرا بدون اطلاع امام هم میگه میشه بدون اطلاع فرمانده کل و هواپیما نیرو امام واگذار کرده بودن به شورای دفاع و نیرو بدون اطلاع ایشون. اون چیزی که مشخصه اینه که بدون اطلاع امام، حضرت امام امام اونجا در قانونی بوده، شورای دفاع تصمیم گرفته و اعزام کرد. نه من رو قانونی بودنش عرض ندارم، رو درست بودنش عرض دارم، ولی کن امام بعدن فرمودن که اگر خون از دماغ کسی بیاد شما مسئولید. با شهید سعید شیرازی گفته بودن و چیزم مخالفت کردن، به همین خاطرم بلافاصله برگردن. بجمان هم مطمئن باشن که امریکا هیچ غلطی میکنه بکنن که ما تا مسئله جنگ خودمون رو حل نکنیم با رفتن توی جبهه که در اونجا دیگه اسرائیل که نیست، مسئله امریکاست و خیلی از قدرت های دیگه که اون جبهه اگر قرار باشه تبدیل به یه جبهه بشه اون وقت دیگه وارد عمل خواهند شد. بجمان هم مطمئن باشن که امریکا هیچ غلطی میکنه بکنن کند به اینکه یک روزی بریم و در قدس نماز بخوانیم. حضرت همون موقع جمله مشهور رو فرمودن که بعدها قدس شد، اما گمان میکنم که امروز که بهش نگاه میکنیم وقتی از موقعیت تاریخش خارج میشه بد فهمیده میشه. حضرت همون فرمودن که راه قدس از کربلا میگذارد. امروز که بهش نگاه میکنیم گویا معنی این میده که ما قرار هست بعد از فتح کربلا یک به یک کشورها رو فتح بکنیم تا برسیم به قدس و احیانا ادامه بدیم، در حالی که اون شعار یک در واقع مضمون آبرومندانه برای این بود که بازگشت نیروها از لبنان به جبهه های خودمون. درست میفهمم؟ اصلا امام نظرشون این بود که واقعا قدس اگر بخواد آزاد بشه کشورهای اسلامی باید با هم همسو و همگرا بشن. یکی از کشورهای مهمی که نزدیک قدس قرار داره عراقه. همسو شدن عراق، ایران، سوریه، لبنان، اردن و سایر چیزا اصلا قدس رو آزاد خواهد کرد. جنگ هم نیاز نداره. همونطور که امام فرمودن که اگر مسلمان ها با هم باشن هر کدوم یه سطل آب بریزن اسرائیل از بین خواهد رفت. دیدگاه امام برای نابودی اسرائیل به نظر میرسه بسیج ظرفیت فکری جهان اسلام برای مقابله با اسرائیل هست، ظرفیت فکری و اینکه از نظر روانی و روحی همه همگرا بشن که چنین رژیمی نتونه اشغال کنه سرزمین های فلسطینی رو و فلسطینی ها احساس تنهایی بکنن. تصور وقتی تمام اقدامات امام و جملات امام رو مطالعه کنیم این تصور پدید میاد. به همین خاطرم امام معتقد بودن روز جهانی قدس رو ما در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان داشته باشیم. اگه پیشنهاد امام بذاری بود درست؟ بله ما را موفق کند به اینکه یک روزی بریم و در قدس نماز بخوانیم. ولیکن امام معتقد بودن فضای جهانی باید علیه رژیم اسرائیل بسیج بشه، نه
توانمندی نظامی یک کشوری مثل ایران به تنهایی. به هر حال عرضم این است که اون شعار، شعار توسعه طلبانه نبود، شعار محدود کننده بود. هم توسعه هم شعار واقعی بود، به معنی اینکه ظرفیت جهان اسلام و دولت‌های اسلامی باید بسیج بشه، نه به عنوان جنگ. هم اینکه ما تا جنگ داریم الان نباید بریم در سایر جهان. چند سال اینجا دستفروشی میکنی؟ من فاطمه خدادی هستم. دو تا پسر دارم، یکیش جانباز و یکیش هم شهید شده. فرامرز سعید کریمی جانباز، علی سعید کریمی شهید شده. متولد 25 آذر 23 میشه دو سالی خونده بیشتر. من به خاطر اینکه پول درمانم نمیرسید، بعد هزینه‌ام زیاد بود، دارو درمانم، حقوقم هم کم بود، به خاطر همین رفتم بنیادشهر، میرفتم دستفروشی میکردم برای پول درمان و کرای آژانس که میرفتم دکتر و اینا، دستفروشی میکردم. بنیاد همه میدونن، اینا پول درمان ما را نمیدن، اینقدر از ما رسید و نمیدونم فوتوکپی و اینا گرفتم، هیچ چیز هم حق ما ندادم، گفتم بودجه ندادم. اما شهرداری مزاحمت ایجاد میکرد، بساطم رو جمع میکرد. بعد من رفتم بنیادی شهری، گفتم که من پول درمانم نمیرسه، خرجم زیاده، این پول کافی نیست برای من، مشکلاتم زیاده، هزینم زیاده. بعدم یه نامه به من دادن، گفتن که برو دست فروشی کن. اینم همون نامه است که بنیاد به من دادیم.